دکتر هاگو مگه شخص خوشبخت کسی است که دو چیز داشته باشه؟ هر دو ما یک برنامه میگیریم یک جدا؟ نه یک برنامه یک برنامه میگیریم هر دو کتاب را معرفی میگیریم. دکتر هوگو میگه شخص خوشبخت کسی است که دو چیز داشته باشه، یکی دوستای اهل کتاب و یکی کتابهای خوب. سلام دوستای عزیز، امید است که یک روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین و در هر گوشه از دنیا که هستین جور و سلامت باشین. بله دوستای عزیز، شما را خوش آمدید میگیم به یک برنامه کاملا متفاوت از چینل مرضی و مرتضی. دوستای عزیز، برنامه ما تحت عنوان کتابگردی هست و ما امروز به یکی از کتابخانه‌های شهر هزارتاون اومدیم که در اینجا تقریبا بگم که یعنی زیادتر کتاب های فارسی در داخل از این کتابخانه وجود داره، از اون خاطر ما اینجا سر زدیم. راستی مرضیه جان، فواید مطالعه چی هسته؟ دوستای عزیز، فواید مطالعه خیلی زیاد هسته. از جمله ما میتونیم خیلی معلومات رو زیاد کنیم با کتاب خواندن و خود رشد بدیم و دیگه کسته مطالعه کردن فواید خیلی زیاد داره. مثلا ما زمانی که در یک جمع موریم اینجا حرفی برای گفتن داریم، چون ما پر از معلومات هستیم و دیگه کسته دمی طریق صحبت کردن و می رفتار کردن آدم خیلی تغییرات میه با مطالعه کردن. شخصی که کتاب مطالعه کرده و شخصی که کتاب مطالعه نکرده خیلی تفاوت داره. دیگه زمانی که ما کتاب میخوانیم هم تو خود با خود با گفتی از ما مردم هم تو کلمه های صاف صاف و فن بیان خوب فن میشه، بیان خیلی خوب میشه. و دیگه کسته کتاب کسته دوست خیلی خوب است برای آدم، آدم از تنهایی نجات میده. صد درصد. بله دوست عزیز، امی چیز باعث شده که ما مرضیه هم کوشش بکنیم بعد از این بیاییم داخل کتابخانه سر بزنیم و بله شما بعض کتابایی که ما انتخاب کنیم برای مطالعه خود کو برای شما هم معرفی بکنیم. دوست عزیز، بیاییم با هم بریم داخل کتابخانه. Thank you.
دیگه بود برنامه ما. همچنین شما هم دیدین داخل کتابخانه را و ما رفتیم، ما و مرضیه برای خود هر کدام کتاب انتخاب کردیم. دوست عزیز، ما کتاب را انتخاب کردیم که یک ذره خوش دیست است، حجمش کم است، چون ما قبلا مطالعه زیاد نمی کردم، تو را عادت نداریم دیگه. به او خاطر کوشش کردم یک کتاب را بگیرم که زود خلاص شوه، برای ما از خسته کن نباشه دوست عزیز. و این یکی از راههایی است که شما به مطالعه کردن میتونین روی بیارین دیگه. این کتاب از ما عنوان چه گلنار و آینه هسته و نویسندهش هم رهنورد زریاب، فکر کنم نویسندهش افغانی هسته، تو زیاد اطلاعات ندارم. با امید خدا که ایر مطالعه میکنم و در مورد نویسنده و خود کتاب در یک برنامه جدا برای شما اطلاعات میدم. مرتضی جان خودت چی گرفتی؟ مرتضی جان، ما کتاب هزار خورشید تابان یک رمان است از خالد حسینی، از نویسنده های افغانستان هستم و یک نویسنده است که مورد علاقه خودم است، ولی چون کتابش حجمش هم زیاده، ولی چون نویسنده را دوست دارم، از خاطر کتابش را انتخاب کردم و انشالله که در برنامه بعدی دوستایی را ما برای شما معرفی می‌کنم. هر دو ما یک برنامه میگیریم یا جدا؟ نه، یک برنامه میگیریم. یک برنامه میگیریم، هر دو کتاب را معرفی می‌کنیم. تشکر دوستای عزیز که تا این لحظه با ما بودین. امیدوار هستیم که ما را سمایتایتان فراموش نکنین. بله دوستای عزیز، لایک و سابسکرایب هم یاد شما نرون. زنگوله بغل سابسکرایب را حتما فشار بدین و روی آل قرار بدین، به خاطر که از تمام ویدیوهای ما تا که ما میذاریم شما اولین کسی باشین که با خبر شونین و او را ببینین. بله دوستای عزیز، همیشه کامنت بذارین، چون کامنت های شما برای ما انرژی میدن. بله 100%. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. خدا نگهدار.